بچه ها سلام، وقتتون بخیر باشه. انشالله که حالتون خوب باشه عزیزان. بریم سراغ بخش دوم گراف. بخش اول رو با هم دیگه بررسی کردیم، بخش دوم از دنباله درجات در واقع میخوایم صحبت بکنیم. خوب دقت کنیم بچه ها، این مبحث گراف ما در حد کتاب درسی داریم توضیح میدیم، در حد امتحان نهایی. بحث کنکورش خب خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر خواهد بود. البته این نکات تستی هم توش هست، ولی خب سعی می‌کنیم که بیشتر در چارچوب کتاب باشه. دنباله درجات در رؤوس گراف. اولا دنباله درجات یک تابع یا یک در واقع نمایش نزولیه برای دنباله‌ها، نه نزولی اکید. یعنی چی؟ یعنی شما می‌تونید مثلا دو تا رأس یکسان داشته باشید، ولی از بالا باید بیاد به سمت پایین. یعنی از درجه بالا شروع میکنی، بالاترین درجه رو می‌نویسیم، به ترتیب درجات یکی یکی می‌نویسیم. نکته خیلی مهمی که بچه‌ها توی درجه ها وجود داره اینه که ما اصلا درجه اکیدن نزولی نداریم. یعنی هیچ وقت نمی‌تونیم بگیم 4 3 2 1، همچین چیزی اصلا وجود نداره. قطعاً باید یکی از در واقع عددهامون تکرار بشه، حالا یا عدد زوج یا عدد فرد. تکرار پس حتما توش وجود داره. به این میگن در واقع درجات یک گراف. نگاه بکنی، درجه 4 داریم اینجا، بعد یه دونه 3 داریم، 2 تا 2 داریم، یه دونه هم 1 داریم. نوشتنش به ترتیب به این صورت میشه. پس اگه درجه گراف خواستیم بنویسیم، به صورت چی می‌نویسیم؟ فقط به صورت نزولی می‌نویسیم، نه نزولی اکید. حالا اینکه چطور ممکنه که ما بتونیم یک درجه گرافی رو تشخیص بدیم که اصلا این درجه گراف هست یا نه، روشایی داره که انشالله تو قسمت کنکوری اونجا خدمتتون کامل گفتیم. بریم سراغ مسیر در گراف. اصلا مسیر چیه؟ فاصله بین هر دو رأس رو بهش میگن مسیر. یعنی هر یک یال رو بهش میگن یک مسیر. اگر شما دقت کنید بین هر یالی که شما، بین هر رؤوسی که شما میدید، مثلا بین رأس دی و رأس بی، خب شما اگه دقت بکنید چند تا مسیر میتونیم ببینیم. من برای اینکه از دی برم به سمت بی، باید بیام اول به آ برسم، بعد از آ برم به بی. پس دو تا مسیر دیده میشه. بعضی موقع ممکنه مسیرم رو طولانی کنم، بگم از دی برم به ای، از ای برم به آ، از آ برم به سی، از سی برم به بی. یعنی میتونم 4 تا مسیر براش پیدا بکنم. پس تعداد یالهایی که بین هر دو رأس قرار میگیره میشه تعداد مسیر ما. مسیر به طول 0. اولا مسیرها همیشه با حروف، در واقع چند تا حروف کنار هم قرار میگیرن. به تعداد حروف ها یکی کمتر شما مسیر دارید. اگر 3 تا حرف بذارید میشه 2 تا مسیر. اگه 5 تا حرف بذارید میشه 4 تا مسیر. پس دقت کنید اگه یه دونه حرف بذارید اصلا مسیری وجود نداره. مسیر به طول 1 2 تا حرف داره. مسیر به طول 2 3 تا، مسیر به طول 3 4 تا. که مسیر رو براتون نوشتم. من مثلا مسیر به طول 3 نگاه کنید. آ ب س د، یک مسیر به طول 3. 3 تا در واقع یال بینشون وجود داره. فاصله بین دو رأس در واقع بهش میگن همون مسیری که ما دنبالش میگن، میشه کوتاه ترین فاصله بین آ و ب. الان نگاه کنید بین آ و ب کوتاه ترین فاصله چیه؟ اگه نگاه کنید من از آ میتونم برم بالا بیام پایین، دوباره برم بالا بیام پایین. خب این مسیر خیلی طولانیه. از آ به ب نگاه کن، دو تا مسیر وجود داره. پس فاصله آ تا ب میشه 2 تا. این 2 چیه؟ 2 تعداد مسیرهامونه. تعداد یالهایی که بین هر دو نقطه وجود داره میشه چی؟ طول مسیر اون در واقع دور است. مثال در گراف شکل زیر چند مسیر به طول 3 از آ به ای وجود داره؟ از آ به ای. خب دقت کن، از آ که به ای نمیتونم برم چون یک مسیر بیشتر نیست. برای اینکه 3 تا مسیر وجود داشته به طول 3 وجود داشته باشه، میام از آ میام به سی، پس می نویسم آ سی دی ای. دقت کن چون طول مسیرم 3 هست، باید 4 تا حرف داشته باشم. آ سی دی ای، این شد یک مسیر. مسیر بعدی ببینیم وجود داره براش. A B D E. A B D و E. این هم مسیر بعدی. بچه ها ببینید از A شما 3 تا یال بیشتر نداری. یکیش یه کلن تعطیله، هیچ. تازه این دوتا رو هم بررسی کردم، دیدم جفتش وجود داره. پس دیگه از A به E مسیر دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه. پس کلن 2 تا مسیر بیشتر نبود، میشه 2 مسیر.
اما تو گراف کامل به چه صورتیه؟ گفته تعداد مسیرها به طول 3 در گراف کاشیش بین دو رأس، بین دو رأس آ و ب چی میشه؟ خب من رأس آ رو اینجا دارم، رأس بی رو اینجا دارم، فاصله مونم چقدره؟ به این صورت. گفتم به طول چی باشه؟ به طول 3 باشه. پس باید 4 تا نقطه انتخاب بکنم. دو تاشو که دارم، پس یه دونه اینجا انتخاب میکنم، یه دونه اینجا انتخاب میکنم. الان نگاه کنید، 1، 2، 3 تا مسیر دارم، درسته؟ آبوبه که قبلا انتخاب شده. خوب گوش کن، از 6 تا رأسی که من دارم آبوبه قبلا انتخاب شده رفته کنار. الان چند تا رأس مونده؟ 4 تا مونده. پس اینجا چند تا حالت میتونه داشته باشه؟ 4 تا، اینجا 3 تا. جواب اینم که یه حالت دیگه، 1 جواب میشه 1، ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 1 جواب میشه 12 تا مسیر میتونیم براش داشته باشیم. 12 مسیر متفاوت میتونیم براش داشته باشیم. پس تو گراف کاشیش، یعنی یک گراف کامل که بخوایم 3 تا مسیر فقط داشته باشیم برای آ تا ب، به این صورت میتونیم انتخاب داشته باشیم. که حالا این که اگه به شما رؤوس آ و ب رو بده یا بهت نده، اون برمیگرده به قسمت کنکوریش که تو جلد توی در واقع بحث تربوجت اونجا خواهیم گفت و گفتیم در واقع خیلیاشو. اینجا فعلا همین قسمت رو تو کتاب معرفی کرده، ما فکر میکنم تو کتاب حتی اشاره هم بهش نشده، ولی خب ما حالا این قسمتش رو گفتیم خدمتتون که ببینیم به چه صورتیه. بریم سراغ دور. دور در گراف. بچه‌ها دور در واقع شروع و پایانش یه نقطه است. وقتی شما میگی دور میشه یک محیط بسته. وقتی از آ شروع میکنی یه دور میخوای بزنی، در واقع به آ باید برسی دوباره. پس دور همیشه سر و تای بازه چیه؟ با همدیگه یکیه. اگر شما بخواید یک در واقع دوری داشته باشیم به طول 3، خب برای همین شما اگه دقت بکنید باید 4 تا نقطه داشته باشی. این مسیر فرقی نمیکنه، ولی دقت کنید حرف اول آخر باید با هم یکی باشه. حرف اول آخر با هم دیگه چیه؟ یکیه. یک دور کامل میزنم. دقت کنید، یک دور به طول 3 باید مثلثا رو بشمارید، یک دور به طول 4 باید 4 ضلعی ها رو بشمارید. پس برای شمردنشون فقط کافیه شکل رو داشته باشیم و کارتون رو شروع کنیم، ببینید که به چه صورتی میتونیم پیش بریم. بریم ادامهش رو ببینیم. بچه‌ها گفته برای یافتن تعداد دورها به طول 3 کافی تعداد مثلثا رو بشمارید. همین الان خدمتتون گفتم برای تعداد 4 ضلعی ها هم اگه بشماریم میشه دور به طول 4. پس مسیرها رو میشماریم، حرف اول و آخر هم باید با هم دیگه یکی باشه. مثال دقت کن، گفته تعداد دورها به طول 3 و 4 در شکل زیر چقدره. اولا برای اینکه 3 رو پیدا کنیم باید تعداد مثلثمون رو بشماریم. چند تا مثلث اینجا میبینید؟ دقت کنید، مثلث A C E، این یک مثلث. پس مینویسم A C E A، این یک مثلث. مثلث بعدی E C D E. آیا مثلث دیگه ای دیده میشه؟ مثلث ها بچه ها با حروفی که توی رؤوس قرار دارن باید ساخته بشه، نه جای دیگه. بریم سراغ 4 ضلعی ها. پس دوتایی مشخص شد، شد دو حالت. بریم سراغ 4 تایی. یا 4 ضلعی میبینم اینجا A E D B، مینویسم A E D B A، این شد یه دور. دور بعدی A C D E A، A C D E A، این شد دوتا. بریم حالت دیگه هست بچه ها پیدا بکنیم. اگه دقت بکنیم بچه ها یه پروانه دیده میشه اینجا. بچه ها 4 ضلعی ها دو مدل هست، نگاه کنید. 4 ضلعی ها یا به این صورت هست یا به صورت پروانه ای هستند. یعنی شما یا باید 4 ضلعی ببینی یا پروانه ببینی. حالا 4 ضلعی ها رو دیدیم، یه پروانه میخوام اینجا برات نشون بدم. دقت کن ببین پروانه کجا میفته. نگاه کنید اینجا و اینجا. A B D C A. پس پروانه رو دقت کن، میشه A C D
بی آ. اینم یه پروانه. پروانه دیگه ای بچه دیده نمیشه که بخوایم براش بنویسیم. پروانه دیده میشه ولی با این رؤوس دیده نمیشه، پس به درد ما نمیخوره. پس کلن دو تا مسیر به دو تا دور به طول 3 داشتیم و 3 تا دور به طول 4 داشتیم. بریم سراغ مثال بعدی. گفته در گرافی با درجات 4 3 3 1 1 1 1 چند دور وجود دارد؟ اولا حواستون باشه به این یکا که اینا در واقع رؤوسی هستن که هیچ دوری روش سوار نمیشه، اصلا با در واقع از دور خارج میشن. پس ما نهایتا دور ستایی باید داشته باشیم براش. بریم ببینیم چه جوری میشه. اول گرافش رسم میکنیم. 7 تا رأس داریم. 7 تا رأس رو قرار میدیم 2 3 4 5 6 و 7. اول رأس 4 تایی رو رسم میکنیم. 1 2 3 و 4. اگه دقت کنید دو تا رأس 3 بعد داشته باشیم. تو اینجور مواقع معمولا رؤوس 3 کنار هم دیگه نیستن، سعی کنین جدا از هم بکشیدش. چیکار میکنیم اینجا؟ میگیم از این رأس اول که به این رأس وصل بکنیم، این همون 1 میشه، اینم 1، اینم 1. اینم وقتی وصل بکنیم دقت کنید الان 4 تا 1 رو داری میبینی، 1 2 3 4. این دو تا هم که دو هم به هم وصل کنیم میشه 3. پس یه 4 داریم، دو تا 3 داریم، بقیه 1. به این صورت. گفته چند تا دور وجود داره؟ ما فقط یه مثلث میبینیم بچه ها، دقت کنید. 4 3 3، همون اولش هم میشه تشخیص داد. وقتی شما 4 تا رأس 1 داری، پس قطعا این 3 تا هستن که به هم وصلن، پس یه مثلث بیشتر تشکیل نمیشه، پس یک دور به طول 3 بیشتر وجود نداره. اگر گرافمون گراف کامل باشه، یه رابطه ای براش داریم برای گراف ها بتونیم حساب بکنیم. میگه اگر تعداد دورها رو بخوای به طول M، مثلا میخوای برای گراف 5 منتظم یک دور مثلا دورهایی به طول 2 پیدا کنی، Mمون میشه 2، تعداد دورها به طول M این میشه طول برابر میشه با 2، این میشه دور و گراف کامل هم که مقدارش پیه. این رابطه استفاده میکنیم، میگیم ترکیب M از P. یعنی چی؟ یعنی اول میایم تعداد دورها، گفته دوری به طول 3. وقتی میگه به طول 3، اول باید 3 تا یال انتخاب بکنیم، 3 تا رأس انتخاب بکنیم که یه دور بتونیم توش بزنیم دیگه. پس اول 3 تا رأس رو میریم از پی انتخاب میکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ میگیم حالا چون تعداد دورها رو میخوایم یه دونه ازش باید کم بکنیم، چون تعداد دورها رو وقتی میخوای از رؤوس حساب بکنی، هر ستاره است به شما در واقع دوری رو میده که بین هر ستاره است شما دو تا یال بیشتر نداری. یه MMN های 1 نوشته میشه تقسیم بر 2. تقسیم بر 2 هم به خاطر اینه که ممکنه دورهای شما جابجا بشه، بگی A B C D A، یا مثلا بگی A C B D A، برعکس باشه، دور همون دوره ولی چون اسمش عوض میشه این تقسیم بر 2 رو به خاطر این قرار میدیم. حالا مثال دقت کنید، در یه گراف کامل از مرتبه 5، پس MP مون برابر میشه با چند؟ برابر با 5 میشه. چند دور با طول 4؟ پس M مون میشه چند؟ M مون میشه برابر با 4 وجود دارد. میدونیم تو رابطه میگیم اول 4 تا از 5 تا انتخاب میکنی، در 4 منهای 1 فاکتوریل تقسیم بر 2 تقسیمش میکنیم، جواب به دست میاد. 4 از 5 میشه 5، ضرب داره 4 منهای 1 میشه 3، 3 فاکتوری میشه 6، 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 3 5 تا میشه 15 تا. پس 15 تا دور با طول 4 میتونیم برای یک گراف کامل مرتبه 5 داشته باشیم، که البته بازم میگم خدمتتون این قسمت ها رو ما به طور مفصل خواهیم گفت تو قسمت کنکوری. بریم سراغ گراف همبند. گراف همبند به گرافی میگن که رأس منزوی نداشته باشه، خیلی راحت، هیچ رأسی خالی نباشه. اگر یک رأسی خالی دیدید اون گراف ناهمبنده. نگاه کنید این گراف الان ناهمبند، این یعنی رأس خالیه. این یه دونه یال نگاه کنید اضافه اومده اینجا، اینو من میتونم برش دارم بذارمش اینجا اینجوری. این که بچه ها این دوتا میاد رو هم قرار میگیره، برخوردی صورت نمیگیره، زمانی برخورد وجود داره و بند میشن به هم که اینجا نقطه توپر باشه، یعنی به عنوان یک رأس مطرح بشه. پس این مثلث هم ناهم بنده، چون محلهای برخوردشون هیچ رأسی وجود نداره. اگه دوتا مثلث برداری این کف دست به این صورت چپکی بدهید رو هم دیگه اینجوری، پس هیچ فرقی نداره. اینجا وقتی که اتصال برقرار میشه اون وقت شما میتونی به عنوان
یال در نظرش بگیرید. پس این هم میشه ناهمبند، اما این همبنده. نگاه کنید همه رؤوسش به هم وصله. این پاره خطی که میبینیم این هلالو، این وقتی که اینو دوتا رو به هم وصل کرده دیگه نه اصلا دیگه جدا نمیشن. گراف های همبند یه بخش بیشتر نیستن، اما گراف های ناهمبند از چندین بخش تقسیم میشن، تقسیم بندی میشن، بخش های مختلفی دارن. دو بخشی داریم، سه بخشی داریم، شیش بخشی داریم، بستگی داره به اینکه چند تا یال منزوی یا چند تا در واقع رأس منزوی یا شکل های جدا از هم داشته باشیم. اگر گراف جی ناهمبند باشه، از کا بخش، اصطلاحا میگن کا مؤلفه همبندی وجود داره براش، کا تا مؤلفه که تو هر کدومش همبندی وجود داره اما جدا از هم هستن. مثال، چند گراف همبند وجود دارد که په به علاوه کیوش باشه 8. بچه ها دقت بکنید، ما وقتی که په و کیو رو میخواییم در واقع به عنوان گراف همبند در نظر بگیریم، قاعدتا باید مقدار پمون از 3 بیشتر باشه یا نهایتا بشه 3. اگر شما پی شما 3 باشه، بیشترین یالی که میتونه برای 3 تا رأس وجود داشته باشه 3 تا یالی که بشه مثلث. پس اگر پی شما 3 باشه، کیوتون نهایتا میشه 3 که 3 به علاوه 3 میشه 6. پس این نمیتونه باشه اصلا، چون قرار شده چند بشه؟ 8 بشه. میام چیکار میکنم؟ این دفعه پی رو میگیرم 4. اگه پی رو بگیرم 4، پس کیو باید حتما چند باشه؟ حتما باید 4 باشه. خودش گفته چند گراف همبند وجود دارد. پس گرافی که رأسش پی باشه 4 باشه و کیوش هم باشه چی 4. مدل بعدی اینه که پی باشه 5، کیو باشه 3. اگر پی باشه 5، کیو باشه 3، بچه ها قاعدتا و قطعا شما گراف ناهمبند خواهید داشت. دیگه نمیشه گراف همبند باشه. پس تنها حالتش به این صورته. پس پی باید 4 باشه، کیو 4 باشه. رسمش میکنیم. یکی از گراف همون به این صورته. 4 تا رأس داره، 4 تا یال داره. این شد یه مدل. این مدل هایی که در واقع همبنده دیگه، حواسمون باشه. مدل بعدی اینه که چیکار کنیم؟ اینو به این صورت رسم کنیم. یالش از اینجا بکشیم. این شد مدل چندم، مدل دوم. مدل سوم، پروانه ای بکشیمش. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. به این میگم مدل چی؟ پروانه ای. پس چند تا گراف همبند میشه کشید؟ دقت کنید، این یه مدل بود، این یه مدل از این ور اومده. دیگه من نمیام اینو از این وری بکشم، چون همین در میاد. اگه من بیام این یال رو بردارم از این ور بکشم، انگار اینو برعکسش کردم. هیچ فرقی برای ما نمی کنه. یکی. پس میشه 3 تا مدل در واقع گرافی که گراف همبند میتونیم با این تشکیلات داشته باشیم. سوال بعدی گفته که گراف ناهمبند سه منتظم از مرتبه 8 رسم کنید. هم سه منتظم باشه، هم مرتبهش 8 باشه. و چی باشه؟ ناهمبند باشه. خوب دقت کن اینجا رو. اولا گراف سه منتظم از مرتبه 8، ما در واقع باید وقتی سه منتظم بهت میگه از مرتبه 8 و ناهمبندم باشه، بعد دوتا گراف داشته باشیم. دوتا گرافی که جمع رؤوسش باشه 8. پس اولین چیزی که به ذهنم میرسه دوتا چهارتاییه، نه؟ یه مربع اینجا میکشم، یه زبدرم توش میذارم به این صورت. یه مربع یه زبدرم توش میذارم. الان نگاه کنید، 4 تا رأس داره، سه منتظم هم هست. یه چهارتام اینجا داره. اینم مدل بعدیش. الان نگاه کنید، اولا 8 تا رأس داریم، 1. ثانیاً هر کدوم از رؤوسم سه منتظمه، 2. و ثالثاً ناهمبنده، از همه مهمتر. پس گراف ناهمبند سه منتظم مرتبه 8 رأس کنید، به این صورت میشه. دو تا گراف 4 منتظم میشه کامل. اگه بخواید تعداد یال هاشو پیدا کنید، نگاه کنید، رابطه داشتیم براش، میگفتیم 3 ضرب در 8 برابر میشه با 2 کیو.
یادت میاد اینو؟ 3/8 = 24 تا تقسیم بر 2 میشه کیو میشه 12. یعنی شما 12 تا یال باید داشته باشی. خب منطقی بچه ها. الان 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا اینجا، 6 تا اینجا میشه 12 تا. یعنی از این رو هم میتونی چک کنی که باید 2 تا مربع داشته باشیم برای حلش. بسیار خب. قسمت اول گراف تموم شد و قسمت دوم گراف که در واقع کاربرد گرافه، بحث مدل سازی با گراف هستش. مدل سازی با گراف توی خیلی از در واقع مسائل شهرسازی و در واقع دکلای مخابراتی و ساخت اینجور چیزا خیلی کاربرد داره. نکته مهم چیه اینجا؟ نکته مهم اینه که ما میخواییم از طریق مدل گرافی بیایم حداقل هزینه ها رو برای اون کاری که میخواییم انجام بدیم داشته باشیم. به چه صورت؟ فرض کنید میخواییم برای یک شهری تو تقاطع‌های مختلف دستگاه آبربانک بذاریم. خب این که حالا این دستگاه آبربانک کجا قرار بگیره تا دسترسی عموم بهش راحت باشه خیلی مهمه. این که ما بیایم تو هر چهار یه دستگاه بذاریم، خب ممکن اصلا توی چهارراه اشتراک بین 3 تا 4 راه دیگه باشه و با یه دستگاه جواب بده، ولی ما اونجا مثلا 3 تا دستگاه میذاریم، پس هزینه ها میره بالا. گرافی که در واقع محاسباتی که میخوام الان انجام بدیم مدل سازی با گراف هستش. اگه دقت کنید اینجا رو، این نقشه منطقه یک شهره، قراره تو برخی از نقاط این شهر ما دستگاه خودپرداز بذاریم. حالا به چه صورتی؟ باید ببینیم که بهترین حالتش به چه صورتی میتونه باشه که تو هر تقاطعی که شما دستگاه رو قرار بدید دسترسی عموم آزاد باشه. بهترین حالت اینه که ما دستگاه طوری قرار بگیری که با هر شهر، با هر منطقه فقط یک پاره خط، یک یال فاصله داشته باشه. اگه تونستید همچی کاری انجام بدید، در واقع شما کار رو بهینه انجام دادید. نگاه کنید، گفته که اگر خودپردازها در تقاطعهای بی، دی و جی باشد. تقاطع B وقتی شما دستگاه قرار میدی C رو پوشش میده، حالا E باید باشه، E رو پوشش میده، C رو پوشش میده، G رو پوشش میده، R هم پوشش میده. پس خود B به تنهایی 4 جا رو پوشش میده، D هم که خودش تنها یه دونه هست، G هم که تنها یه دونه است، پس G دوباره خودش یه دونه داره اینجا. پس جی اگه باشه اف رو پوشش میده، اچ هم پوشش میده. یعنی شما با این 3 تا دستگاه کل شهر رو پوشش دادید. قسمت بعدی گفته خودپردازها در تقاطعهای بی، دی و اف باشه. من اینا رو پاک میکنم. در تقاطعهای چی باشه؟ بی، دی و اف. بی وجود داره، دی وجود داره، اف هم وجود داره. خب اگه نگاه کنیم بچه‌ها، اینجا الان متوجه میشیم که H خالی میمونه، یعنی توی حالت 2 این اتفاق نمیفته. در حالت 2 ما این اتفاق رو نداریم، یعنی شهر H ما، این قسمت H ما، این قسمت شهر H ما در واقع خالی میمونه، نمیتونه ارتباطی با خودپردازهای دیگه نداره. تو اولی اوکی بود، تو اولی اوکی بود، اضافه هم فکر میکنم داشت، بعضی جاها 2 تا دسترسی داشتن. حالت سوم بررسی کنیم. تو حالت سوم گفته که خودپردازها در تقاطعهای A B F باشه. A B و F. حالا دقت کن اینجا رو. وقتی A B F باشه، این دفعه D تنها میمونه اینجا. پس باز هم برایش چی میشه اینجا مشکل ساز میشه. خودپردازها در تقاطعهای C E A و G، تو 4 تا تقاطع باشه. C E C E A و G. خب A و G که H رو پوشش میدن، F هم که پوشش داره، D و A، این اوکیه، این هم مشکلی نداره. این حالتهایی بودش که اینجا بررسی شد. حالا اینکه کجا قرار بدیم، کجا این دستگاه رو قرار بدیم مهمه برای ما که بتونه همه رو در واقع پوشش بده. اما چی مطرح شده اینجا؟ مجموعه احاطه‌گر اینجا داره خودش رو نشون میده. مجموعه احاطه‌گر چیه؟ بچه دقت کنید، مجموعه ای که بتونه تمام اون نقاطی که ما میخوایم رو پوشش بده بهش میگن مجموعه احاطه‌گر. یعنی هیچ رأسی خالی نمونه، همه ی رؤوس ارتباط داشته باشن با اون رأسی که ما انتخاب میکنیم. پس باید رؤوسی رو انتخاب بکنیم که ارتباط بیشتری با رأسهای دیگه داشته باشن. اون گراف رو بهش میگن چی؟ احاطه‌گر. میگه زیر مجموعه دی از رؤوس جی را مجموعه احاطه‌گر میگیم. هرگاه هر رأسی از گراف
که در دی نباشد دستکم به یکی از رؤسای عضو دی وصل باشه. یعنی شما اگر یه عضو رو انتخاب نکردی، اون عضو خودش بتونه اتصال پیدا کنه با یکی از رؤوسی که شما انتخاب کردید. پس نیازی نیست که همه رؤوس انتخاب بشن. ما رؤوس مرکزی، یعنی مثلا فرض کن مرکز استان میمونه، یه جایی باید انتخاب بشه که شهرستانه بتونن به اون مرکز دسترسی بیشتر داشته باشن. مثال دقت کنید، گفته در گراف زیر کدام مجموعه احاطه‌گر است، یعنی کدام مجموعه میتونه همه رو پوشش بده. الف یعنی گزینه یک، اچ و آ. من آ رو اگر انتخاب بکنم به عنوان در واقع اون مجموعه اصلی، میتونه بی و جی رو ساپورت کنه. بعدی چی بوده؟ بعدی آ بوده، آ و اچ. اچ هم اینجا انتخاب میکنم. اچ میتونه ای رو فقط پوشش بده. بچه ها دی میمونه، اف میمونه، سی میمونه، سه تا رأس هم میمونه. پس گزینه یک نمیتونه باشه. گزینه دو، اچ و دی. بچه ها اچ کلن نباید باشه. اچ اگه باشه در واقع ما هیچ در رؤوسه که درجهشون یکه به عنوان در واقع احاطه‌گر استفاده نمی‌کنه داشت، مگه اینکه مجبور باشیم. پس اونایی که یک حسن استفاده میشه، معمولا درجه های بالاتر رو انتخاب میکنیم به عنوان در واقع مجموعه احاطه‌گر. پس گزینه دو هم که اچ داره به درد ما نمیخوره، بریم سراغ گزینه سه. گزینه سه رو دقت کنید، قطعا بچه ها سی باید باشه، یعنی سی و ای باید باشن حتما. نگاه کنید، من الان میام برای سه آ رو انتخاب میکنم، وقتی آ انتخاب بشه خود به خود بی و اچ هم انتخاب شده. خب خودش گفته آ رو انتخاب کن، بی رو هم انتخاب کن، پس سی انتخاب شد، جی هم انتخاب شد. دیگه چی انتخاب میکنیم؟ دی. اگر دی انتخاب بشه اف و اچ میمونن، پس به درد من نمیخوره. قطعا گزینه چهار گزینه جواب ماست. بریم چکش بکنیم ببینیم که چجوریه. برای گزینه چهار دقت کنید، بگیم آقا آ میتونه باشه؟ بله. دی میتونه باشه؟ بله. ای هم میتونه باشه؟ ببینیم بچه، فکر کنم اوکی شد. درسته، نگاه کنید، آ وقتی باشه جی و بی اوکی میشن، دی وقتی باشه هم ای اوکی میشه هم سی، ای وقتی اوکی باشه اف و اچ هم براش چی میشه؟ جواب میده. نتیجه با همین سه تا اومدیم کل گراف رو احاطه‌گر کردیم. پس گزینه چهار میشه گزینه ای که مجموعه احاطه‌گر توشه. این مجموعه احاطه‌گر باعث میشه که این حروفی که انتخاب نشدن توی این گروه بتونن اتصال داشته باشن با اونایی که انتخاب شدن، پس بهش میگن احاطه‌گر. اما مجموعه احاطه‌گری وجود داره که از همه کمتر عضواش، یعنی مجموعه احاطه‌گر مینیمم بهش میگن. مینیمم چرا بهش میگن؟ یعنی از این احاطه‌گر کمتر دیگه وجود نداره. مجموعه که بتونه کل شبکه رو پوشش بده به طوری که از اون کوچیک‌تر دیگه وجود نداشته باشه بهش میگن مجموعه احاطه‌گر مینیمم، داره کمترین عضو. این مجموعه رو تعدادش با لاندا جی نشون میدن، یعنی عدد احاطه‌گری. مثلا میگن گراف احاطه‌گری دو. دو یعنی چی؟ یعنی دو تا عضو بیشتر نداره این مجموعه. ممکنه بچه ها چند تا احاطه‌گر داشته باشیم، ما ممکنه گراف احاطه‌گر مینیمم ما، مجموعه مینیمم ما چند تا باشه، ولی مهم نیست چند تا، مهم اینه که هر کدومش چند تا دونه داره، یعنی با چند تا حرف میتونه این کار انجام بده. اون عدد مشترکه، ولی ممکنه مثلا 4-5 تا مجموعه داشته باشیم که همشون دو عضوی باشن، خب همشون میشن مجموعه های احاطه‌گر. یه موقع میگه عدد احاطه‌گر چنده، شما میگی دو. یه موقع میگه چند تا مجموعه احاطه‌گر داره، میگی مثلا چهار تا. چهار تا مجموعه داره که هر کدومش در واقع با دو تا عضو میتونن احاطه‌گری رو انجام بدن. حواستون به سوال خیلی باید جمع باشه. مثال نگاه کنید، برای گراف زیر لاندا جی برابر کدام است؟ من حروفاشو میذارم براتون، آ B C D E F G H I J. لاندای جی عدد احاطه‌گریش بچه ها چنده؟ سوال اینه عدد احاطه‌گریش چنده. خب اون عدد احاطه‌گری یعنی چند؟ اون عضوی که تعداد عضوهایی که میتونه این گراف رو
احاطه کنه حداقلش چی میتونه باشه؟ میشماریم. اولا باید اونهایی که بتونن این تک عضوی ها رو پوشش بدن حتما انتخاب بشن. پس بی میتونه باشه. ما اینجا بی رو با یک رنگ دیگه نشون میدیم. بی میتونه باشه. میریم جلوتر ببینیم دیگه. پس بی اگه باشه بچه نگاه کنیم، من اینجا رو خط میزنم دیگه. اگر بی باشه قطعا آ اوکیه، سی اوکیه، دی هم اوکیه، ای هم اوکی میشه. حالا اگر خود ای رو انتخاب بکنم، چون ای باید انتخاب بشه به خاطر جی، پس ای رو اگر انتخاب بکنم اینجا، در واقع چی انتخاب میشه الان؟ جی انتخاب میشه، اف هم انتخاب میشه، اچ هم انتخاب میشه. اما اچ باید انتخاب بشه چون جی و آی کنارش هست. پس اینجا میام چیکار میکنیم؟ یه دونم جی رو انتخاب میکنیم به این صورت. پس عدد احاطه‌گری شما شد 3. نگاه کنید، اگر میخواستی ای رو تنها انتخاب بکنی اینجا دی میموند. ما این هور اینای تکایی که اینجا هستن خیلی خطرناکن، بعد اعضای انتخاب بشن که بتونیم این تکی ها رو هم چیکار کنیم؟ انتخاب بکنیم. حالا به نظر شما آیا میشه از این 3 تا کمتر انتخاب کرد؟ آیا گراف احاطه‌گری وجود داره که از این کمتر بشه انتخاب کرد یا نه؟ میتونید بررسی بکنید. اگه از این کمتر بود عددش خب کمتر از این میشه، ولی در حال حاضر عدد 3 میشه عدد احاطه‌گری ما. اما تعداد مجموعه احاطه‌گری اصطلاحا با لاندا مجموعه نشون داده میشه. چند تا گراف، چند تا مجموعه احاطه‌گر وجود داره، این تعدادش با اون تعدادی که داخل هر مجموعه هست فرق میکنه، با عدد احاطه‌گری فرق میکنه. تعریف نماد سقف. یه نمادی ما داریم توی گراف ها که خیلی شبیه به براکت میمونه، اما تفاوت داره با براکت. براکت ها همیشه میمدن عدد پایینیه رو به عنوان جواب انتخاب میکردن، اما تعریف نماد سقفی میره بالاترین رو پیدا میکنه. مثلا شما وقتی میذاشتی اینجا مثلا براکت مثلا 7 و 3 دهم، این جوابش میشد 3، اما نماد سقفی 7 و 3 دهم جوابش میشه 8. میری یه دونه بالاتر. نگاه کنید اینجا رو. سقفی 2 که میشه 2، اما 10 سوم میشه 3 و خورده‌ای که میشه 4. برخلاف براکت دست بالا رو میگیره. برای گرافای PN و CN. PN بچه گرافای خطی بهش میگن. PN رو دقت کنید. مثلا من گرافو میکشم به این صورت. A B C D E F به این میگن گراف P6. یعنی 6 تا رست داره، P6 بهش میگن. گرافایی که CN نوشته مثلا مثل این، به این گراف میگن گراف C5. یک محیط بسته است، یک محیط بسته است که حالت دایره داره. C5 یعنی 5 تا رسته که به هم چسبیده. بچه درجه همه گراف C5 2. پس گراف های CN درجه همشون چنده؟ 2. یادمون باشه. اما گراف PN فقط 2 تاشون 1، بقیه همه 2 هن. اون اول و آخری فقط 1، بقیه همه 2 هن. میگه اگر گراف PN داشتیم و گراف CN داشتیم، اون وقت عدد احاطه‌گریش رو میتونیم از راه فرمولی که اینجا داشتیم استفاده کنیم. عدد احاطه‌گری همشون برابر میشه با n تقسیم بر 3. حالا چرا؟ ببینید وقتی شما درجه در واقع رؤوس 2 هستش، خب یعنی دلتای بزرگ و دلتای کوچیک با هم برابره. ما اگر بیایم به دلتای بزرگ که همون 2 هست یه رقم اضافه بکنیم، یعنی بکنیمش 3، وقت تعداد n رو بر 3 تقسیم بکنیم، بذاریم تو نمودار سقف، تو اون نماد سقف که بهتون گفتم، اون وقت تعداد عددی که بهت میده عدد احاطه‌گریه. عدد احاطه‌گری مینیممش هست. مثلا نگاه کنین یه گراف من دارم 10 تا رست داره. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا رست داریم می‌بینیم. من میگم با چند تا رست من میتونم این گراف احاطه کنم؟
میگم خب درجه هر رف برابر با 2، یعنی دلتامون برابر با 2، یه دونه بهش اضافه کنید پس جواب میشه چی؟ میشه n بر روی دلتای علاوه 1. این دلتای علاوه میتونه جاهای دیگه هم استفاده بشه ها، فقط برای گراف cn نیست ها، برای گراف cn و pn جواب مخرج همیشه 3، چون دلتامون همیشه 2 مخرج همیشه 3 میشه. حالا برای این میشه 10 چندم، میشه 10 سوم داخل این نماد، جواب میشه 4. یعنی شما با 4 تا رأس میتونی اینو چیکار کنی؟ احاطه‌گر مینیمومش کنی. مثلا آ رو انتخاب بکنی پس b حذف میشه، j هم حذف میشه. بعد سی رو انتخاب نکنی، بیای دی رو انتخاب بکنی، اون وقت سی حذف میشه، ای هم حذف میشه. اف رو انتخاب نکنی، بیای جی رو انتخاب کنی، اون وقت اف حذف میشه، اچ هم حذف میشه. در نهایت یه دونه آی باید انتخاب بشه که آی رو هم انتخاب میشه، 1 2 3 4. با 4 تا رسم ما تونستیم گراف در واقع 13 و به یک گراف احاطه‌گر مینیمم به یک با یک مجموعه 4 تایی تونستیم مینیممش رو به دست بیاریم. چه برای CN چه برای PN رابطه همیشه n سومه، یادتون باشه. چرا n سومه؟ اون 3 چرا اومده؟ یه بار دیگه میگم، چون درجه رؤوس همشون برابر با 2ه، پس دلتامون 2ه. فرمول اصلی اینه، n بر روی دلتا، n که در واقع میگم p دیگه، p بر روی دلتا به علاوه 1، این فرمول اصلیه. این p تعداد رؤوسته، دلتا تعداد درجته. چون گراف cn و pn درجاتش برابره با 2ه، ماکسیموم درجهش 2ه، پس مخرج همیشه میشه 3. این هم به عنوان نکته داشته باشید که برای حل مسائل استفاده میشه. مثال دقت کنید، درباره گراف زیر کدام گزینه درست نیست؟ یک گراف شش تایی داریم، A B C D E F. آیا B D F یک مجموعه احاطه‌گره؟ نگاه میکنیم، B D F، میگیم بله، B داره A رو پوشش میده با C، D هم داره C و E رو پوشش میده، F هم داره، بله یک مجموعه احاطه‌گره، این درسته. لاندا جی در این گراف برابر با 2ه. لاندا جی چیه؟ یعنی عدد مینیمم، تعداد اعضای احاطه‌گر مینیممش آیا 2ه؟ امتحان میکنیم، میگیم درجه هر کدوم از رأسا، امتحان کنیم بچه ها ببینیم چی میشه، ببینیم آیا 2 میتونیم پیدا کنیم. مثلا آ رو انتخاب بکنم، حالا اگه آ انتخاب بشه قبول دارین دیگه بی و اف نیازی نداریم؟ میگیم بله. بیا دی رو انتخاب کن، دیگه ای و سی نمیخوایم، بله 2ه. پس این هم میتونه درست باشه. گراف احاطه‌گریش در واقع مینیمومش، اون تعداد اعضایی که میتونه مینیموم برای ما درست بکنه، با دو تا رأس A و D میتونه باشه. بچه ها دقت کنید، اینجا عدد احاطه‌گریمون 2ه. یعنی چی؟ یعنی دو تا عضو تو این مجموعه وجود داره. اما چند تا مجموعه میتونم براش بنویسم؟ میتونم مجموعه A و D رو بنویسم و مجموعه B و E رو بنویسم و مجموعه C و F رو بنویسم. میتونستم با این دوتا مجموعه، در واقع الان تعداد مجموعه های احاطه‌گر مینیمم هم 3 تاست، اما عدد احاطه‌گری 2ه، حواست باشه. هر مجموعه 3 عضوی دلخواه، هر ستایی که دوست داری، آیا احاطه‌گر است؟ نگاه کنید بچه ها، من میخوام این ستا رو انتخاب بکنم به عنوان مجموعه، مگه نگفت دلخواه؟ خب سی که دی رو پوشش میده، آ هم که اف رو پوشش میده، بی هم که اصلا کاری باش نداری، پس این ای میمونه، پس میگیم نه خیر، این احاطه‌گر نیست، این گفته احاطه‌گر است، پس گزینه ای که درست نیست گزینه سه هستش. گزینه سه گزینه غلطیه. کی گفته هر سه عضو دلخواه؟ من رو سه تا عضو دلخواه انتخاب کردم، نشد، عدد اینجا این موند، نتونستم کاریش بکنم. این گراف دارای سه لاندا مجموعه است، بله اینها رو نوشتم، سه لاندا مجموعه، سه تا مجموعه احاطه‌گر مینیمم داره که تو هر کدومش عدد احاطه‌گریش 2ه. پس عدد احاطه‌گری با این تعداد مجموعه لاندا مجموعه فرق میکنه ها، حواستون باشه. سوال بعدی گفته که گراف های C6 G
گراف های C6 چند تا لاندا مجموعه دارن؟ همین الان گراف C6 رو این بالا رفت کردیم، اینها این گراف C6 بود. C6 یعنی دایره دیگه. خب چند تا گراف داره؟ سه تا گراف احاطه‌گره داده لاندا مجموعه داره. بریم سراغ سوال بعدی، سوال که در واقع مفهوم بعدی، مجموعه احاطه‌گر مینیمال. ببین بچه‌ها، مجموعه احاطه‌گر مینیمال خیلی تفاوت داره. اونا بعضی بچه‌ها با مینیمم اشتباه میگیرن. مینیمال چیه؟ میگه یک گرافیه که مجموعه احاطه‌گر مختلفی داره. یکی از مجموعه احاطه‌گرش اینه که اگر ما بیایم عضوی از اون مجموعه احاطه‌گر رو برداریم، دیگه احاطه‌گر نشه. آقا کدوماشو برداریم؟ هر کدومه که لازم بود. یکیشم اگر یه همچی اتفاقی براش بیفته، اون گراف دیگه مینیمال نیست. دقت کنید، یک گراف احاطه‌گر مینیمال ممکنه مینیمم نباشه. حواست باشه، گراف احاطه‌گر مینیمال مینیمم نیست. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، اما اگر گرافی احاطه‌گر مینیمم باشه قطعاً مینیماله، چون هر عضوشو برداری دیگه احاطه‌گر نمیشه. این یادتون باشه. بس نگاه کنیم بچه‌ها، ما گراف رو اینجا داریم الان. اینم که آی A B C D E F G H I. من برای این گراف میتونم سه تا مثال بزنم. نگاه کنید، گراف مجموعه E A G. الان E رو من نگاه کنید، E الان بالاترین درجه است دیگه. E رو وقتی من انتخاب میکنم، اینو 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 این کلن انتخاب شدن، پس E اوکیه. آ وقتی آ رو انتخاب میکنم، پس بی هم اوکی میشه و جی درست. این شد یه مجموعه. احاطه‌گره؟ بله احاطه‌گره، هیچ مشکلی نداره. بریم بعدی. دی اچ اف آ سی. اینا رو من پاک کنم، اینا رو پاک کنم با رنگ دیگه بکشم، متوجه بشی. دی اچ دی اچ اف آ و سی. خب این گراف هم بچه ها احاطه گر هست یا نه نگاه میکنیم، میگیم خب دی که داره ای رو پوشش میده، سی هم که داره بی رو پوشش میده، اچ هم که داره جی و آی رو پوشش میده، آ هم که بی رو، اف هم که بله احاطه گره. این بچه ها احاطه گره، هیچ مشکلی نداره. نگاه کنید، این مجموعه احاطه گره. و آخری اف و ای. F E. خوب دقت کن، آخری هم دقت بکنید، F و E. F E. اولا E وقتی F احاطه‌گر میشه، کلن A و B و G از دور خارج میشه. E هم که باشه، C و D و H و I از دور خارج میشن. پس بچه ها F و E هم یک مجموعه احاطه‌گر. پس سه تا مجموعه شون احاطه‌گرن، احاطه‌گرای مختلفی هم هستن. اما این گراف رو نگاه کنین، لاندا جیش بچه ها دوه، یعنی من این دو عضوی آخری، این در واقع احاطه‌گر مینیمم حساب میشه. پس این میشه چی؟ میشه احاطه‌گر مینیمم با عدد احاطه‌گری دو. پس مجموعه اف ای یک لاندا مجموعه است. لاندا مجموعه منظورش چیه؟ منظور اون گرافای احاطه‌گر مینیممه. خب اینا رو قبلا گفته بودیم. حالا مجموعه AEG رو نگاه کن. من AEG رو برات رسم بکنم، ببین داستانش به چه صورتیه. A E و G. این مجموعه یک مجموعه احاطه‌گره. اما اگر هر کدوم از اعضاشو حذف کنیم، هر کدومی که دوست داری، آ رو وردار یا ای رو وردار، جی رو وردار، اون وقت این مجموعه دیگه احاطه‌گر نیست. پس اگه هر کدومش حذف کنیم، مجموعه وجود اومده دیگه احاطه‌گر نیست. به بیان دیگر، هیچ کدام از سه مجموعه آی، آجی و جی ای احاطه‌گر نیستند. یعنی چی؟ نگاه کن، من اگه آ رو بردارم میشه ای جی،
بچه ها بعد این اتفاق برای ستاشون بیفته ها. اگه آ رو بردارم میشه ای جی دیگه احاطه‌گر نیست. اگه ای رو بردارم میمونه آجی دیگه احاطه‌گر نیست. و اگر جی رو بردارم میشه آی، پس آی هم احاطه‌گر نیست. نتیجه مجموعه ای که من هر کدوم از اعضاشو وردارم و دیگه احاطه‌گر نباشه بهش میگم مجموعه احاطه‌گر مینیمال. بچه ها با مینیموم فرق میکنه، مینیموم که کلن کمتری مقدار رو داره، ولی مجموعه احاطه‌گر آیجی کمتری مقدار رو نداشت، سه تا عضو داشته که هر کدومشو برداریم این مجموعه میشه مینیمال. پس مجموعه احاطه‌گر مینیمال به چی میگن؟ مجموعه میگن که با حذف هر یک از عضوهایش دیگه احاطه‌گر نباشه. هر کدوم از اعضاش رو، یعنی شخصا هر کدوم از اعضاش مشخص باید باشه که اگه مثلا فرض کنم عضو سی رو بردارم احاطه‌گر بشه دیگه مینیمال نیست. پس هر کدوم از اعضاش رو بردارم باید بشه احاطه‌گر مینیمال. مجموعه ACFH احاطه‌گر مینیمال نیست. چرا؟ چون اگه شما آرم حذف کنی باز احاطه‌گر میشه. می‌بینی اگه آرم حذف کنی باز مجموعه میشه احاطه‌گر، این مینیمال نمیتونه باشه. FE یک مجموعه چیه؟ یک مجموعه احاطه‌گر مینیمومه. این وقتی مینیموم باشه قطع به یقین اگه ازش هر چی ورداری میشه چی؟ میشه غیر احاطه‌گر. پس نتیجه میگیریم یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال میتواند مینیموم نباشد، یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما هر احاطه‌گر مینیمومی قطعاً مینیمال خواهد بود. اینو به دقت توجه کنید بهش که در واقع توی قسمت تعریفی هم خیلی ازش سوال میدن. گفته برای گراف زیر مجموعه احاطه‌گر مینیمال بنویسید. مجموعه احاطه‌گر مینیمال مجموعه‌ای هستش که هر کدوم از اعضاشو اگر برداریم دیگه احاطه‌گر نشه. خب قطعا نباید مینیموم بنویسیم براش. اینکه شما مثلا یک مثلا بیاید مینیموم بنویسید که خب مینیموم هم مینیماله دیگه، نه. اگه مینیموم می‌خواست سوال می‌گفت مینیموم بنویسید، این گفته مینیمال باشه، پس قطعا نباید مینیموم نوشته بشه. حالا نگاه کنید اینجا رو، اگه به این گراف دقت بکنید ما مجموعه اول براش در نظر می‌گیریم، مجموعه آ بی سی و دی. اگه A, B, C, D رو شما به عنوان مجموعه در نظر بگیرید، خوب دقت کنید، الان قبول دارید که این A, B, C میاد F و G و H و E هم پوشش میده، پس یک مجموعه احاطه‌گر هست. احاطه‌گریش باید محرز باشه، مینیموم نباید باشه و مینیمال باشه. مینیمال چیه؟ میگه اگه هر کدوم از این اعضا رو حذف کنید دیگه نباید احاطه‌گر باشه. فرض کن شما A رو بر میدارید، اگه آ رو بردارید بچه ها اف دیگه پوشش داده نمیشه، پس دیگه احاطه‌گر نیست. اگه بی رو برداری دیگه جی پوشش داده نمیشه، دیگه احاطه‌گر نمیتونه باشه. و اگر سی و دی رو برداریم به همین ترتیب اچ و ای دیگه نمیتونه احاطه‌گر باشه. پس یکی از مجموعه های مینیمالی که میشه براش نوشت به این صورته. یه مجموعه دیگه میشه براش نوشت مینیمال. مینیمال دو تا مجموعه میتونیم براش بنویسیم. اندازه به مربعی داخل براش بنویسیم، بگیم F G H و E. اگر داخلیه رو دقت بکنید، من داخلیه رو با رنگ قرمز نشون میدم به این صورت. مثلا H رو بردارم، اگه H رو بردارم C دیگه پوشش داده نمیشه، یا اگر ای رو بردارم دی دیگه پوشش شد. پس یا مربع داخلی باید به عنوان مجموعه مینیمال در نظر گرفته بشه یا مربع بیرونی. دقت کنید بچه ها، باید برای تمام اعضایش این اتفاق بیفته، یعنی برای تمام اعضا اگر هر کدومش رو بردارم دیگه نباید احاطه‌گر بشه. پس این ویژگی مجموعه احاطه‌گر مینیمال هستش. حواستون باشه مجموعه احاطه‌گر مینیمال مینیموم نیست. الان شما مجموعه مینیموم بخوای براش بنویسی میتونی بنویسی مجموعه آ مثلا و اچ. الان آ رو دقت کنی، اف و دی و بی رو پوشش میده، اچ هم بقیه رو پوشش میده، پس آ و اچ میشه مینیموم، اما اینا میشن مینیمال. اینا میشن مجموعه احاطه‌گر چی؟ مینیمال.
مینیمال 4 تا عضو داره، هر کدومش رو ورداری میشه غیر احاطه‌گر، مینیمم فقط 2 تا عضو داره، خب معلومه هر کدومش رو ورداری میشه غیر احاطه‌گر. پس مینیمم با مینیمال فرق میکنه، حواستون به این قضیه باشه. در قسمت آخر هم در مورد کران پایین لانداجی صحبت کرده، میگه اگر شما بزرگترین درجه دلتا رو داشته باشید تو مسئلتون، بزرگترین درجه دلتا رو داشته باشید، اون وقت میتونید با داشتن دلتا به علاوه یک، یعنی یه دونه بهش اضافه بکنید و توی اون رابطه در واقع اصلی قرار بدین، یعنی تعداد رؤوس رو بر تعداد درجه بالا به علاوه یک تقسیم بکنید، اون وقت به شما عدد احاطه‌گری خواهد داد. نکته خیلی قابل توجه اینه که بچه ها اون عدد احاطه‌گری که به شما میده ممکنه لانداجی نباشه، لانداجی قطعا از این عدد بزرگتر ممکنه باشه یا مساوی، بعضی موقع ها مساوی اون عدده، بعضی موقع ها نیستش، یعنی باید بگردیم تو خود گراف ببینیم که چرا فرمول جواب نمیده. بعضی موقع گراف فرمی داره که مثلا یه گراف درجه بالا داره، بعد چند تا رأس مثلا خالی داره، چند تا رأس یک درجه‌ای داره که شما نمیتونی صرفا با داشتن اون درجه بالا بقیه رو پوشش بدی، به همین دلیل مجبور میشیم که بریم لانداجی رو خودمون پیدا بکنیم و به دست بیاریم که در اون حالتهایی که این رابطه جواب نمیده عدد احاطه‌گری شما حتما از این عدد بزرگتر خواهد بود. فرمول مثلا به شما میده عدد 2ه ولی لانداجی رو میگردی پیدا میکنی میشه 3. پس فرمول همیشه بهش اکتفا نکنید، این رابطه به شما همینو داره میگه، میگه به این فرمول اکتفا نکنید، گاهی اوقات مجبوریم که لانداجی رو بریم از تو خود گراف بشمریم و تعداد در واقع اعضای احاطه‌گر مینیمومش رو به دست بیاریم. بسیار خب، خسته نباشین عزیزان، فصل 2 گسسته تموم شد اینجا، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله جلسه بعدی فصل 3 و فصل آخر رو با هم دیگه ادامه میدیم تا در واقع مبحث طرح 20 گسسته هم تموم بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم، تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. Bye.